پروژه توسعه و گسترش راهها گام مهمی است که توسط دولت عراق برای نوسازی و احداث جاده های جدید میان استان های سراسر کشور و توسعه خط ریلی عراق برداشته شده است این پروژه علاوه بر ارتقاء عراق به سمت پیشرفت آبادانی و بالا رفتن توان اقتصادی کشور در زمینه حمل و نقل مطلوب زائران حضرت سید و شهدا و تسهیل در زیارت آنان نیز قدم مؤثری محسوب می شود. جزئیات بیشتر در گزارش هورا عبدالمجید وزارت ترابری عراق از افتتاح قریب الوقوع خط آهنی که سه شهر را به هم متصل می کند خبر می دهد. در پی اعلام این خبر شرکت عمومی راه آهن عراق نیز از افتتاح قریب الوقوع خط آهنی که سه شهر را به هم متصل می کند خبر داد. این شرکت خاطر نشان کرد که پروژه توسعه و گسترش راه ها اقتصاد اراق را به سطوح بالاتری سوق خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه یونس کبی مدیر کل شرکت عمومی راه آهن اقاق در بیانیه ای گفت شرکت راه آهن عراق پروژه های بلند پروازانه و گسترده‌ای دارد که شامل تمام استانهای عراق می شود که جمله آنها می توان به پروژه خط آهن محمودی مصیب برای خدمت رسانی به زائران اشاره کرد. علاوه بر آن پروژه خط قطار بغداد فلوژه و بیج حدیث القائم که به زودی افتتاح خواهد شد از دیگر پروژه های در دست اقدام می باشد که برای خدمت رسانی و تسهیل رفت آمد زائران حضرت سید و شهده علیه السلام گام بسیار مثبتی است. الکعبی در ادامه افزود همچنین خطوط جدیدی در دست احداث وجود دارد که سیلوهای قلات وزارت بازرگانی از جمله سیلوی دیوانیه سیلوی هله و سیلوی شرقات در موسل یعنی سه شهر را تغذیه می کند و افزون آن چند پروژه دیگر نیز در دست احداث است مدیر کل شرکت عمومی آهن اراق در مورد پروژه توسعه و گسترش راه ها گفت این پروژه بزرگترین و عظیمترین پروژه در اراق است و فعالیت برای آن در حال انجام است. ما هم اکنون در مرحله طراحی این پروژه هستیم و شرکت های نیز برای تجزیه و تحلیل خاک در طول مسیر پروژه در حال فعالیت هستند. وی خاطر نشان کرد این پروژه مکمل پروژه بزرگ FAO است و این وزارت خانه با همه کشورهای حامی این پروژه جلسات فنی دارد و با گاه اندازی آن تحول بزرگی در اقتصاد عراق ایجاد شراین اصلی اقتصاد کشور دچار تغییرات گسترده مثبتی شده و به سمت پیشرفت و آبادانی گام های بلندی برخواهیم داشت. الکعبی با تاکید بر اینکه همه کشورهایی که در کنفرانس توسعه و حمایت از عراق شرکت کردند این پروژه را پشتیبانی می نمایند افزود شرکت هایی که از سوی کشورهای یاد شده برای مشارکت در این پروژه حضور داشته و آماده فعالیت روی این پروژه هستند لازم به یادآوری است که چندی پیش عملیات اجرایی راهان شلمچه بسره در نقطه سفر مرزی ایران و عراق آغاز شد. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه گفت این پروژه یک راه مهم در جهت تقویت زیرساخت های اقتصاد عراق و رشد اقتصاد ملی کشور ما است، وی همچنین در این مراسم گفت این پروژه از سالها پیش مورد بحث و گفتگو میان دو طرف بوده و توافقهای اولیه آن در سال 2021 بین عراق و ایران صورت گرفته است. نخست وزیر عراق همچنین بر اهمیت پروژه راهان در انتقال مسافران و زائران به عطبات آلیات تأکید کرد و گفت قرار است این خط آهن به استانهای نجف و کربلا متصل شود.